فردا 5 سپتامبر روز جهانی خیریه هاست، روزی که از سوی سازمان ملل متحد برای شناساندن اهمیت و جایگاه این نهادهای مدنی نامگذاری شده. در ایران هم نهادهای خیریه مردمی رشدی چشمگیر داشتند، اما نبود حمایت‌های لازم از سوی دولت و به عکس ایجاد چالش‌های امنیتی و سیاسی برای فعالیت این نهادها آنها را دچار مشکلات عمده کرده. ریحانه مظاهری در گزارشش نگاهی کرده به تفاوت مؤسسه‌های خیریه در ایران و کشورهای دیگر دنیا و جایگاه آنها بین مردم. نهادهای خیریه، مؤسساتی اغلب غیر دولتی که در همه جای دنیا برای کمک رسانی به افراد و گروه‌های مختلف تشکیل می‌شوند. در ایران هم در سالهای گذشته ثبت و راه اندازی این نهادها رشدی بی سابقه داشته، اما عملکردشان در مقایسه با نهادهای خیریه در دیگر جاهای دنیا چندان موفق نبوده. تفاوت مؤسسات خیریه در ایران و در کشورهای دیگه، اگر بر کشورهای پیشرفته صنعتی یا کشورهای غربی متمرکز بشیم، در چند لایه قابل توضیح است. لایه اول لایه ساختاریه، به این دلیل که ساختار اجتماعی کشور ما با این کشورها متفاوته و این ساختار متفاوت باعث شده که زندگی اجتماعی درش خیریه یک جریان عمومی و روزمره نباشه، اما در کشورهای پیشرفته غربی میبینیم که خیریه به عنوان یک بخشی از زندگی اجتماعی است و به همین دلیل با نهادها پیوند خورده. شرایط تأسیس یک مؤسسه خیریه در ایران چندان سخت نیست. برای ثبت یک خیریه نیاز به معرفی یک محل به عنوان دفتر کار، حداقل 2 کارشناس در حوزه فعالیت مؤسسه و همچنین داشتن بودجه معادل دست کم 30 میلیون ریال است. آمار دقیقی از تعداد مؤسسه های خیریه در ایران در دست نیست. آنطور که سازمان اوقاف و امور خیریه گفته، حدود 15,000 مؤسسه خیریه در ایران فعالند که البته عملکرد مالی نیمی از آنها، یعنی حدود 7,000 مؤسسه، شفاف نیست. از منظر حقوقی و مالی به نظر میرسه این مؤسسات خیریه فاقد هر گونه دفاتر و مقررات و تشریفات مالی هستند و ظاهراً هیچ نهاد یا تشکیلات دولتی هم روی عملکرد مالی این مؤسسات نظارت نداره، یا اگر هم نظارت داره به لحاظ اینکه مؤسسات فاقد دفاتر خاصی هستند، این نظارت کمرنگ هست یا بی اثر هست. مؤسسات خیریه معتبر و مورد تایید مردم هم البته برای فعالیت‌هایشان با محدودیت‌های مواجهند. مسئولان تعدادی از این مؤسسات به BBC فارسی گفتند که نه تنها حمایت دولت را ندارند، بلکه از سوی برخی نهادهای خاص هم برای اجرای پروژه‌هایشان تحت فشارند. هدف از ایجاد مؤسسه حمایت از دختران آسیب دیده اجتماعی بود، اما با رقص و آواز و رابطه آزاد هم. در مواردی همین نهادها به دلیل ارتباط یا دریافت پول از مؤسساتی در خارج از کشور با اتهام‌های امنیتی مواجه شدند. اینها تصاویری است که هفته گذشته تلویزیون ایران پخش کرد. تصاویر مؤسسه‌ای به نام امید مهر که در جهت توانمندسازی زنان آسیب دیده فعال است. 10 تا 25 ساله بود که از تجاوز، رفتارهای خشن و تبعیض رنج برده بودند. اما تلویزیون ایران مدعی شده که این مؤسسه خیریه از زنان و دختران برای گسترش نافرمانی در جامعه استفاده می‌کرده. در هیچ زمانی در طول این 16 سال امید مهر با هیچ ارگان دولتی یا سازمان سیاسی و یا مذهبی وابسته نبوده، چه داخل ایران چه خارج از ایران. در مورد مسائل مالی هم عملکرد بنیاد مهر همیشه شفاف بوده و تمام اسناد مالی به صورت شفاف وجود داره و از دید من تنها آدمهایی که میتونن درباره عملکرد امید مهر و کارنامش در طول این 16 سال صحبت کنن دخترای امید مهرن. بزرگترین نهادهای خیریه در ایران به حاکمیت وابستند. نهادی همچون کمیته امداد امام خمینی نهادی غیر دولتی برای کارهای عام المنفعه است که زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. این نهاد نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مثل سوریه، عراق و لبنان هم دفاتری دارد و صندوق‌های جمع‌آوری کمک آنها هم در این کشورها دایر است. پارسال بود که انتشار فیلمی از کمک‌های کمیته امداد به ساکنان غزه جنجال برانگیز شد و گروهی از منتقدان جمهوری اسلامی کمپین نه به کمیته امداد امام خمینی در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند.
ما بحثمون این 40 سال ادامه داره. مردم آگاهانه میان صندوق رو میبینن، از مقاومت حمایت میکنن، دلشون به غزه به اون مردم میسوزه، تو این صندوق پول میریزن. وابستگی این نهادها و برخی مؤسسات خیریه به مرکز قدرت و شفاف نبودن دخل و خرجشان باعث شده تا اقبال عمومی نسبت به کمک رسانی از طریق این نهادها کم باشد. با سلام. در مواردی هم افراد سرشناس یا سلبریتی ها جای مؤسسه های خیریه را گرفتند. آخرین نمونه آن را می توان در نحوه کمک رسانی در جریان زلزله کرمانشاه یا سیل در شمال ایران دید. اینکه مردم به جای رفتن به سراغ نهادها به سراغ افراد و اشخاص میرن هم دلایل ساختاری داره، به این مفهوم که وقتی خیریه بخواد در یک کشوری گسترش پیدا بکنه نیازمند اعتماد اجتماعی هستند. اما اگر در جامعه همبستگی اجتماعی پایین باشه، در نتیجه اون سرمایه اجتماعی هم مطابق اون پایین میاد و در نهایت اون نهادهای خیریه که بر اساس اعتماد، یعنی همون سرمایه اجتماعی کار میکنن و وقتی تداوم پیدا کردن اعتماد اون جامعه به اونها باعث اعتبار اونها میشه و اون اعتباره که نهادها رو نیرومند میکنه. وقتی همه ای عناصر نباشن، در صورت فقدان اونها نهادها هم عملا وجود ندارن. در غیاب نهادها مردم به افراد روی میارن. فرهنگ کمک کردن و کار خیر در ایران تاریخچه دیرینه دارد، اما نبود شفافیت کامل، شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی مربوط به نهادهای خیریه در دوره‌های مختلف باعث شده تا هم دست آنهایی که می‌خواهند کار خیر کنند تا حدی بسته باشد و هم بدبینی‌های نسبت به کارآمدی این نهادها در جامعه به وجود بیاید. ریحان مظاهری، بی بی سی. زینب پیرجمالی، مهارتجو و کارمند پیشین مؤسسه امید مهر از ترکیه با ماست. خوش آمدید خانم پیرجمالی. در گزارش دیدیم که مؤسسه امید مهر با اتهاماتی روبرو شد. سایر خیریه ها هم هستن که اتهاماتی برای اونها شنیدیم. ممکنه بگید که به نظر شما چه چیزهایی باعث حساسیت روی کار خیریه های مشابه امید مهر شده؟ درود بر شما. من در وهله اول فکر میکنم که این حساسیتی که ایجاد شده به خاطر این بوده که شاید کلاسایی که جمهوری اسلامی دوست داشته که برای بچه ها گذاشته بشه تشکیل نشده، مثل قرآن و اینجور مسائل. من خودم هم مهارتجوی امید مهر بودم، هم کارمندش بودم. ممکنه یه مقدار اول به ما بگید برای خیلی ها که نمیدونن مهارتجو یعنی چی؟ مهارتجو چه کار میکنه؟ شما وقتی مراجعه کردید برای اولین بار به امید مهر، چطور وارد این در واقع خیریه شدید؟ چه کارهایی میکردید؟ من وقتی که مراجعه کردم به خاطر روحیه بدی که داشتم اول روانشناسی و تحت روانشناسی اینا قرار گرفتم، بعد توی کلاسایی که مثل کلاس کامپیوتر، کلاس های انگلیسی، کلاس های کارگاهی مثل شمع‌سازی، خیاطی و کارگاهی مختلف، سفالگری و اینجور چیزا رو برای ما گذاشته بودن که یه هم تو روحیه ما تأثیر میذاشت و هم توی برای ما مفید بود، یه جورایی میتونستیم با اون ارتباط برقرار کنیم. و این مهارت هایی که کسب میکردین برای این بود که بعدتر بتونید که یه شغلی پیدا کنید، درسته؟ شما تونستید تو خود مؤسسه شغل پیدا کنید. بله، من اول اصلا هیچ، اگه از من میپرسن که چه هدفی داری، من در از اول که وارد امید مهر شدم اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداشتم که هدفی داشته باشم یا هر چیزی. با گذراندن این کلاس ها ما به هدفمون میرسیدیم، به این که چه توانایی تو چه زمینه ای داریم و تو چه زمینه‌ای میتونیم پیشرفت کنیم، با این برگزاری این کلاس ها بهش میرسیدیم. صحیح. و نظارتی که از طرف نهادهای دولتی و حکومتی بود به چه شکل بود؟ آیا نظارتی بود؟ اون زمانی که من دیگه پرسنل شده بودم، بله، میومدن هفته یه بار، از هفته یه بار، ماه یه بار میومدن از پلیس و اینا از ما مثلا میپرسیدن از پرسنل که چیکار میکنن هر کس اونجا. چه کار خاصی انجام میده؟ و میشه یه مقدار بیشتر توصیف بکنید سوالات چی بود؟ چه سوالهایی میکردن با در واقع مهارتجوها؟ آیا صحبت میکردن یا فقط با پرسنل صحبت میکردن؟ نه، فقط با پرسنل صحبت کردن. و
ممکنه یه مقدار راجع به مهارت جوها بیشتر به ما بگید، کسایی که از اینجور خیریه ها استفاده میکنن چه جور افرادی هستن و چه کمک هایی به اونها میشه؟ افرادی بودن که از خانواده ضعیف بودن، کم درآمد بودن و نمیتونستن خودشون یعنی هزینه کنن در تو این کلاس ها شرکت کنن، یا بچه‌ای بودن که از بهسیستی بودن یا پدر مادری نداشتن، مجبور بودن تنها زندگی کنن، اینجور بچه هم بودن. قبل از اینکه میدونیم که به هر حال چند روز پیش این فیلم از صدا و سیما ایران پخش شد علیه مؤسسه امید مهر، آیا قبل از اون هم شما هیچ برخوردی با امید مهر دیده بودید؟ اومده بودن به پرسنل، به مهارت جوها بگن که مثلا کارهایی رو نکنید، یا در واقع بهتون هشداری داده بودن؟ هشدار اونجوری نه، ولی می اومدن با من زیاد صحبتی نمی‌کردن، یکی دو بار با من صحبت کردن که زیاد چیزی من برای ارائه براشون نداشتم. ولی مثلا صحبت در مورد این بود که مثلا چی کار میکنی، چرا کلاس های مثلا چیز نمیذارین، مذهبی و اینا نمیذارین، که ما اینجوری نبود که بخوایم بچه ها خودشون به اندازه کافی به نظر من مشکل تو زندگیشون دارن که بخوایم این کلاس ها رو بذاریم دوباره مشکلاتشون چندین برابر میشه. در مورد سایر خیریه ها ممکنه کمی بیشتر شما به ما بگید، آیا با اونها هم همکاری داشتید؟ خیریه های مشابه خیریه امید مهر یا خیریه هایی که با کودکان کار میکنن چه کارهایی میکنن؟ فکر کنید دلیل حساسیتی که روی اینها هست چیه؟ من خودم توی جای مختلف بودم تو دوران زندگیم، دلیل حساسیتشون رو من نمیدونم. برای جای دیگه ایم که ما بودیم برای ما کلاس های قرآن هم میذاشتن، ولی اینا یک جای قبلی هم که ما زندگی میکنیم وقتی کوچیکتر بودیم اونجا رو هم بستن. من دلیلش رو واقعا نمیدونم، و اینکه به نظر من دلیلش فقط این نمیتونه باشه، اینا فکر میکنم با همه چی مشکل دارن. و یک سری آدم هایی مثل آقای زمانی و اینا که اومدن اینجا مثلا جوری صحبت کردن، به نظر من مشکل اصلی اینا بودن، به خاطر اینکه آقای زمانی تا موقعی که اونجا بود همه چی خوب و اوکی بود، همچین که چون که کارشون رو خوب ارائه نمیدادن. ما نمیدونیم مثلا آقای زمانی یا هر کی که شما میگید چی گفتن، چون ما کل اون گزارشی که صحبتش هست رو پخش نکردیم و بیننده ها هم احتمالاً نمیدونن. ولی به هر حال خیلی ممنونم از شما خانم پیرجمالی، زینب پیرجمالی مهارت جو و کارمند پیشین و مؤسسه امید مهر، که از تجربه خودش رو در کار کردن و فعالیت در خیریه ها به ما میگفتن.